اژدهای دریایی برگدار، برعکس اسمش اصلا ترسناک نیست. اونجوری نترسیم، بیاین جلو. این جونور تو آب‌های استرالیا زندگی میکنه و برگایی که بهش وصله بین جلبک‌ها و برگ‌های دریا و گیاهان دریایی استتارش میکنه. برگا شفافن و میتونید رنگ خودشو با محیط اطرافش تطبیق بده. برگاتون ریخ، اژدهای برگدار بیشتر پلانکتون و موجودات ریز دریایی میخوره. برگهایی که به بدنش وصلن در اصل مثل بالهاش عمل میکنن و اندازه بدنش بین 20 تا 45 سانتی متر. سایگا یا کالساکایی یه حیوان چهارپای شاخ داره که میگن شبیه آهوه ولی بیشتر شبیه مورچه خاره با این دماغ خورتونش. اونجور سایگا یه گونه در حال انقراضه و تو آسیا زندگی میکنه، بیشتر هم تو کشورهای روسیه، ترکمنستان، چین و مغولستان وجود داره. البته تو چین که میگن دیگه کلا منقرض شده. حالا اگه گفتین چرا اینا یه چیزی هم نخورن، در صورت یه دستی میکنن توش. از شاخهای این حیوان بیچاره هم به خاطر خواص داروش تو طب سنتیشون استفاده میکردن که قیمتش 150 دلاره. مسلمان نیستی تو کلیم. سایگاها عمر مفیدشون کلا بین 6 تا 10 ساله و اینو از بزهای خوچه دریایی. این حیوان معمولا یا روی آب اقیانوس یا کفش، کلا غذاشون هم لجنه. لجن آتشخاله کف اقیانوس رو میخوره. بعد میگن جز زشت‌ترین موجودات دریایی هم هست که بهش خیار دریایی هم میگن. خیار. آکسولوتل ها یا سمندر مکزیکی، آخ چقدر نازه. آکسولوتل دوزیسته و تو آبهای مکزیک زندگی میکنه که البته بازم این موجود در خطر انقراضه. جالبه که آکسولوتل ها میتونن اندامهاشون رو بازسازی کنن، یعنی هر جاشو قطع کنی باز دوباره در میاد. پلکم نداره، کلن چشماش یا زاله یا سیاه. تیغ دوم یه نوع پرنده است تو جنوب و غرب کانادا زندگی میکنه و این شورتش تو گلوشه. ولو تیغ دوما وقتی مشغول معاشقه با ماده هاشونن یه جفت کیسه داره زیر گلوش که اون باد میکنه. دی بالاخره هرکی مشیل لباسشوش یه جاشه دیه. ولو خدافز شما.